گفتگوی کوتاهی داریم در رابطه با همین موضوع برجام و ضرب الاجل 15 اکتبر با آقای محمد علی تویدی. آقای تویدی خیلی خوش اومدین و تشکر میکنم ازتون. خب همین تو خبرام شنیدیم الان این گزارش بود که ضرب الاجل 15 اکتبر نزدیک میشه و تقریبا در رابطه با ایران به صدر خبرها رسیده این موضوع توی سطح مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی. خبرها هم حاکی از اینه که آمریکا تایید نمی‌کنه خبرایی که خود رسانه‌های آمریکا به طور مشخص به نقل از مقامای ارشد این دولت ترامپ میدن، یا حتی نظرات مختلفی البته مطرح میشه. جنرال ماتیس اومده بود گفته بود که چند روز پیش توی جلسه استماع سنا که این توافق اصلا به نفع آمریکاست. یا مثلا 180 تا نماینده کنگره اساس به دموکرات نامه نوشتن به ترامپ گفتن بمون توی توافق نیا بیرون، خطراتی داره. یا تلاشای اتحادیه اروپا و تاجرای اروپایی رو اینا دیدیم. از اون طرف هم بعضیا میگن نه کامل باید بکشیم بیرون. خلاصه نظرهای مختلفی هست. میشه الان پیش بینی کرد که ترامپ چه چیزی رو اعلام میکنه و چه تصمیمی رو اعلام خواهد کرد؟ همونطور که خودتونم اشاره کردین، بر اساس صحبت هایی که خود رئیس جمهور آمریکا کرده و تحلیل ها، بحث هایی که مقامات آمریکا میگن و رسانه های آمریکا نوشتن، به نظر میرسه که تقریبا قطعی هست که تایید نخواهد کرد ترامپ. برای اولین بار آمریکا تو این سرفصلای مثلا 90 روزه اجرای برجام رو تایید نخواهد کرد. در واقع به یک سوال یا دو سوال باید پاسخ بده رئیس جمهور آمریکا که میدادن، در هر سه ماه یه بار میدادن. سوال این هستش که آیا رژیم ایران به طور شفاف و کامل و قابل تایید برجام رو اجرا کرده یا نه. البته یک سوال دیگه هم هست که آیا این برجام کلا به نفع آمریکا هست یا نیست. این سوال هم هست. منتها در ارتباط با همین سوال اصلی و اولیه، از طرفی میدونیم که خود این نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل، خود رئیس جمهور آمریکا و مقامات مختلفش گفتن بارها که بازرسی ها اشکال داره، کامل نیست. و حتی یک سفری به ویان کرده بود نیکی هیلی که در این مورد صحبت کنه با آژانس که بازرسی ها کامل بشه، که خب بعضی طرف های اروپایی دیگه هم تایید کردن که همچین کاری باید بشه. خود یا خود آمانو هم تایید کرد، خود آمانو هم در این زمینه چیزی گفت. خب بنابراین پس معلومه که اینا بر سر قابل تایید بودن این تبعیت یا شفاف بودن این تبعیت حرف دارن. در مورد اینکه به نفع آمریکا هست یا نیست، هم که این رئیس جمهور از دوره انتخاباتش هم میگفتش که این توافق به نفع آمریکا نیست و خیلی بدترین توافق ممکنه، بنابراین به نظر نمیرسه که تایید کنه با توجه به علائمی که داده شده. البته از طرف دیگه این موضوع خب به دلیل جنبه بین المللی این پرونده همین الان حتی رسما شده بخشی از اعلام استراتژی جامع در مورد آمریکا، در مورد استراتژی جامعه آمریکا در قبال رژیم، که این استراتژی هم در همین ایام بایستی اعلام کنن و اون همزمان شده این دوتا با هم. و خیلی جالب بود که تیلرسون دو سه روز پیش گفته بود که اصلا برجام بخش بسیار کوچکی هست از مسائل متعددی که ما داریم با رژیم ایران. در نتیجه این مسئله پاش وسطه. بعد خود این پرونده یه ارتباطاتی داره با اتحادیه اروپا، با پنجه به علاوه یک کلن، یعنی به سایر به اصطلاح چیزهای آمریکا مربوطه، تعهدات بین المللیش و به اصطلاح روابط بین المللیش. بنابراین این پرونده بسیار حساس، همچنان که خودتون اشاره کردین تو سال اول که اتحادیه اروپا حرف داره، نمایندگان نامه نوشتن، یا اشاره کردیم به صحبت وزیر دفاع آمریکا که اون یه نظری داشته و گفته. بنابراین خب وضعیت خیلی شناوره که مثلا بشیم قطعی بگیم که حالا چی میشه، ولی در پاسخ به سوال شما به نظر میرسه که تقریبا قطعی است که تایید نخواهد کرد. یه روندی که حالا بعدن کنگره چه کار بکنه. آیا تویی اگر که فرض بگیریم که ترامپ تبعیت رژیم رو تایید نکنه، سوال اینه که چی میشه؟ این موضوع چه اهمیتی داره؟ چه تفاوتی میکنه؟ ببینید به دلایلی که اشاره کردم، اینکه به اصطلاح یک سیاست جامع در قبال رژیم در بینه، و اینکه خود این برجام و به اصطلاح توافقی هم که حاصل شده برای رژیم بسیار سرنوشت سازه، اگر تایید نشه به نظر من در واقع اون سخنرانی که
رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی کرد برای اولین بار تأیید حق مردم ایران برای مقاومت در برابر این رژیم، این رژیم است نامشروع، مردم ایران قبولش ندارن و حق دارن تغییرش بدن. خب اینها حرف هایی بود که سابقه نداشت. حالا میگیم 16 سال به اصطلاح اوباما و بوش و این دوره رو میگیم به پایانی برای این دوره، یا حتی من میتونم بگم پایانی برای یک دوره 60 ساله از مصدق از اون زمان به بعد ما ندیدیم که در آمریکا این حق و این واقعیت در رابطه با ایران به این صراحت و به این رسمیت به رسمیت شناخته بشه. بنابراین اگر این تایید نشه، یعنی که پیش بینی میشه همین تحول اتفاق افتاده، به نظر من این دیگه ماده میکنه این تحول رو، یعنی به عبارتی این سیاست، این چرخش، این تغییر دوران در صحنه سیاسی و بین المللی، یعنی این دوره بهره برداری رژیم آخوندی از این موضوع و از این سیاست که خیلی ازش استفاده کرده. در واقعا یه بار رهبر مقاومت گفته بود در یکی از بحث‌هاش که این رژیم، ما هیچ وقت نگفتیم این رژیم وابسته است، چون این رژیم قرون وسطایی اصلا قابلیت وابستگی نداره به جایی، از اعماق قرون وسطا اومده. ولی در تاریخ ایران یا در حداقل در این 200 سال اخیر از دوره قاجار به بعد هیچ حکومتی به اندازه این رژیم استفاده از به اصطلاح این امدادهای غیبی و فرصت‌هایی که این مماشات در اختیارش گذاشته به اندازه این نکرده، این استفاده رو کرده. خب در این صورت من میتونم بگم که این دوران ماده میشه پایانش، چون نقطه پایانی میذاره برای بهره برداری. این همه بهره برداری که این رژیم کرده بود از همین داستان پرونده اتمی که به گروگان گرفته بود قبل از همه مردم ایران رو و همچنین دنیا رو الان دارن میگن، خب این یک تحول و چرخشیه. حالا این وسط البته رژیم یا لابیاش سعی میکنن مسائل مختلفی رو این مطرح کنن که حالا مثلا این کار اشکال بوده، مذاکرات یه اشکالی داشته، ظریف یه اشکالی داشته، نمیدونم روحانی این سیاست رو نباید میرفت، از این چیزها میگن. ولی به نظر من اینا صورت مسئله رو دارن تغییر میدن، صورت مسئله واقعی پایان این ماجراست، یعنی یه به اصطلاح تلاشی هست، تلاشی هست برای پوشوندن این صورت مسئله. اینکه میگید عوض کردن صورت مسئله منظورتون چیه؟ چون یا به عبارت دیگه من اینجوری بپرسم که پس در این میان صورت مسئله واقعی چجوری میشه بهش نگاه کرد؟ ببینید صورت مسئله واقعی این هست که یه پرونده اتمی این رژیم، یعنی پرونده بمب‌سازی و استراتژی بمب‌سازی این رژیم که مسئول مشخصی هم داره خامنه ای، یعنی بعد از جنگ که اینا در جنگ اون جنگ پرفاجعه رو ادامه دادن و ناگزیر از به اصطلاح جرعه زهر شدن، زهر آتش بس، اینا رفتن سراغ برای بقای این رژیم سراغ یه پرونده اتمی برای که این بمب سازی کنن که رژیمشون تضمین بشه، رژیم ولایت فقیه. به اتکای این بمب سازی هم مردم ایران رو سرکوب کنن، هم در جامعه هژمونی در منطقه هژمونی کسب کنن و بالاخره رژیم ولایت فقیه رو ادامه بدن. صورت مسئله عبارت از این است که در این موضوع، در این سیاست بمب سازی، ولی فقیه ارتجا، دیکتاتور اصلی این فاشیسم دینی، در مقابل مقاومتی که در مقابل این پروژه ضد ایرانی و ضد انسانیش ایستاده شکست می‌خوره. و این یک زهر عمیقی است به همون عمق و همون شدت زهری که در جنگ ضد میهنی خورد. خب این صورت مسئله است. صورت مسئله اگه این هست و واقعیت قضیه این است، بلافاصله تحویل میشه به خیابون‌های ایران، به چیزایی که همین الان در خیابون‌های تهران شاهدش هستیم، به این تحسن‌ها، به این تظاهرات معلمین، به این مردمی که قیمت این ماجرا رو دادن. و این از اول تا آخرش فاجعه بوده و خسارت محض بوده. الان خودشون هم میگن، حتی بعضی از خود این روزنامه‌های رژیم کیهان به نظر هفته قبل نوشته بود که ما میرسیم به خطرناک‌ترین موقعیت نظام بعد از انقلاب اسلامی، مرحله خطیر و خطرناک پسا برجام تیتر اصلا مطلبش بود. این چیزایی است که اینا دارن میگن، منتها با بحثای دیگه، کی بود کی بود، من نبودم، اون اشتباه کرد، اون اشتباه کرد، این بحثا موضوع رو لوس میکنن. صورت مسئله اصلی و واقعی این هست که خب آثار علائمشان تو خیابون‌های
تهران می‌بینیم تو فریادهای مردمی که غارت شدن، مردمی که قیمت این چیزا رو دادن، میهنی که ویران شده و بازخواست میکنه مردم از این خامنه‌ای که مسئول اولش بوده، از ابتدا تا انتها، از مذاکراتش، از برجامش، از تولید و مخفیکاری اتمیش، و تلاش میکنه با این بحثا و با این حرفا صورت مسئله رو تغییر بده. بله، ممنون. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از شما. به هر حال باید وایسیم تا هفته آینده ببینیم تحولات چطور میشه. بله، بله. تشکر می‌کنیم. خواهش می‌کنم. توی اخبار سیمرز. خسته نباشید.